زد سلام زی یا زد؟ سلام، خوب هستی؟ سلام، صدای من میاد؟ بله، بفرمایید. خوبه. من یه ممنون. سوالی ازتون داشتم و اون اینه که از نظر شما چقدر سر انقلاب 57 و تغییر حکومت ایران از پهلوی به جمهوری اسلامی چقدر کشورهای دیگه مثل آمریکا یا انگلیس دخالت داشتن و چقدر پشتوانه اونا باعث تغییر حکومت شد؟ خیلی دخالت داشتن، اینکه اثبات شده، اینکه دیگه جای شک نیست. یعنی ما الان مدارک خب داریم، مثلا CIA و انگلستان و همهشون کاملا دخالت داشتن. خب پس چرا فکر میکنین اینکه مسیح علی نژاد، من اصلا نمیخوام بگم که این آدم طرف جمهوری اسلامی، نه، این آدم اون زمانی که تو ایران بود نفوذ بین اصلاح طلب داشت و خیلی مورد حمایت قرار گرفت به خاطر اینکه پرچمدار خوبی بود، بیان خوبی داشت، کسی که اومد پیش خاتمی مثلا براش آواز خوند، بعد که از ایران رفت همچنان احتمال میداد که برگرده و دوباره کارش رو تو ایران ادامه بده. ولی وقتی من فکر میکنم وقتی فهمید که جمهوری اسلامی دیگه زده به سیم آخر و از فساد دیگه جلوگیری نمیکنه و به بالاترین حد خودش رسونده فساد رو، او هم همراه براندازها تغییر جهت داد. بالاخره هم آدمه هم خبرنگاره، زندگی خودشو داره. من نمیخوام این شخصیت رو بگم انقدر مهمه که عقایدش رو مثلا من بخوام بگم چرا عقایدش عوض شده، ولی خب یه آدم بالغ بوده و من نمیتونم فقط بذارم پای اینکه فهمیده و آزمون و خطا کرده. یه تا یه حدیش رو من فکر میکنم این جهتگیری ها برای مشتواری بوده و تا حدی هم بهش حق میدم، به هر آدمی، به هر خبرنگاری، هر آدمی تو هر حرفه ای بهش حق میدم که این کارو بکنه. ولی اینکه عضو اینکه تو صدای آمریکا داره کار میکنه یا تایید شده هستش تو اون کشور یا آزادانه داره فعالیت میکنه، چرا این تو آمریکا بودنش باعث میشه که ما فکر کنیم لزوما مثلا داره به نفع ما کار میکنه؟ اگه آمریکا تاثیر داشت تو انتخاب جمهوری اسلامی، خب الان فهمیده که جمهوری اسلامی به اندازه کافی شاید خوب نیست، انگلیس همینطور، شاید بخوام کمک کنن که جمهوری اسلامی رژیم رو عوض کنه، شاید مسیح علی نژاد هم یه مهره است. برای من تفاوتی نمیکنه تا زمانی که داره حرف خوب میزنه، تا زمانی که داره افراد مسئولین داخل ایران رو رسوا میکنه یا تو مجامع بیرون ملل به نفع مردم ایران حرف میزنه، تا زمانی که این کارا رو انجام میده از نظر من خوبه. منم سعی میکنم صدا شنیده بشه چون صدای اون صدای منم هست. اما چرا انقدر باورش سخته که حالا آمریکا هم بخواد به وسیله مسیح علی نژاد نفوذش رو بین مردم ایران بیشتر بکنه یا بخواد باز هم دخالت بکنه توی تغییر رژیم جمهوری اسلامی؟ من معتقدم هیچ وقت دلشون برای ما نمیسوزه و هیچ وقت واقعا به فکر ما نیستن، به فکر منافع خودشونه. چرا فکر میکنین که به هیچ وجه نمیتونه آدم آمریکا باشه؟ من فکر نکنم حداقل اینجا گفته باشیم که مسیح علی نژاد حتما ضد جمهوری اسلامی، که حتما هست، ولی دلیلش رو من فکر نکنم گفتیم که چون دولت آمریکا داره ازش حمایت میکنه به این دلیل حتما علی جمهوری اسلامیه. من فکر کنم چیزی که گفتم این بود که اگه داشت نفوذی با جمهوری اسلامی کار میکرد، سازمان CIA تا حالا میفهمید، تا حالا فهمیده بود. خب و این چیز کاملا غیر قانونی هست و جلوشو میگرفتن. خب بالاخره اینو داشتم میگفتم، ولی من نگفتم که ما بر این اساس، یعنی آمریکا هر چیزی رو که دفاع میکنه خوبه، ما با آمریکا، بالاخره ما اینجا اینقدر از آمریکا، تا دولت آمریکا اینقدر نقد کردیم دولت آمریکا رو، ما دولت آمریکا کلی جرم و جنایت انجام داده، حتی دفاعش رو از عربستان سعودی انقدر نقد کردیم. الان هم اتفاقا من به طور شخصی، اینکه خیلی میتونه اشتباه باشه، خیلی مطمئن نیستم، فکر نمی کنم اصلا دولت آمریکا اصلا براندازی بخواد. خب من فکر میکنم دولت آمریکا الان خیلی مایل هست که یک ثباتی توی خاورمیانه به وجود بیاد که بتونه تمرکزش رو بیشتر بذاره روی چین،
و هر چی خرط و خر بشه تو خاورمیانه مجبور میشه که بیاد خودش بیاد وسط، یعنی برای که جلوی نفوذ بقیه رو بگیره، جلوی نفوذ چین رو بگیره. یعنی براندازی، من فکر کنم مثلا دولت آمریکا میخواد که مثلا به دولت ایران فشار بیاره، ولی نه تا حدی که براندازی بشه. این یه خیلی براشون غیر قابل پیش بینی میشه، همه چی میجوزه به هم، نمیدونن. یعنی از اینکه یه همچین ریسکی بکنن که جوابشون ندونن چی بشه، فکر نکنم میلشون به این باشه. خب ولی یه چیز دیگه میگم، دولت آمریکا هم اونقدر هم که خیلی فکر میکنن نمیتونه بیا تعیین بکنه که دقیقاً. ببینید همه سر تا تهش همش اونقدی که هماهنگ نیست که خیلی ها فکر میکنن. میدونی مزید میشه؟ یعنی بالاخره یک کسی، یه نفر مثلا یه فعال حقوق بشر بخواد بیاد آمریکا زندگی کنه و براش ریسک باشه تو ایران زندگی بکنه، خیلی راحت بتونیم براش مثلا پرایوریتیش بکنیم که مثلا شهروند آمریکا بشه. یعنی این که مثلا ببین یه سری چیزایی هست که تو آمریکا تو پروسه خودش قرار میگیره. این که حالا کسی بتونه بیاد، کسی نمیتونه بیاد کامل تعیینش بکنه که اینجوری بشه یا نشه. یه کسی ممکنه بیاد فشار بیاره که یه چیزی سریعتر انجام بشه یا کنتر انجام بشه. یه کسی مثلا تو دست و پای یه کسی یه چیزی بندازه که کارش سخت بشه یا کارش راحت‌تر بشه. خب ولی بالاخره مسیح علی نژاد اگه میخواست بره آمریکا شهروند بشه، انقدر کیسش انقدر واضحه که باید، یعنی من میگم مثلا اگه میشد حمایت نشه. خب ببینیم، یعنی نمیدونم چجوری بگم، یعنی ببینید اصلا اینجوری نیست که مثلا که رفته اونجا زیاد عجیب نیست. آره منطقیه که رفته اونجا. بعد مثلا من فکر میکنم مثلا تو وایس آف امریکا کار میکنه، مثلا کسایی که تعیین میکنن که مثلا تو وایس آف امریکا کی کار بکنه و چی بگن، از لحاظ خود اون سازمان ممکنه بیشتر بر اساس تعداد بیننده هاشون باشه. خب و کسایی که بالاتر تصمیم میگیرن میگن که ببینید کلن آزادی بیان تو این کشور رو باشه باعث میشه که به نفع ماست. خب دیگه این که مثلا بیان مایکرو منیج بکنن که مثلا کی صحبت بکنه کی نکنه، اون سازمان بیشتر تعیین میکنه تا اینکه اصلا بالا بخواد کسی تعیین بکنه. اون سازمان هم مثلا ممکنه یک رپورت آخر سال یه رپورتی بده که ببینید تعداد بیننده های ما از اینقدر رفته اینقدر بالا شده، پس ما کارمون خوب بده، پس بودجه ما رو ببریم بالا. میدونیم از چه اینی بفرمین شما بفرمین. میگم الان خب جمهوری اسلامی خیلی داره تو مسائل منطقه دفاع میکنه، حالا مثل اینکه تازگی ها از سوریه دارن بیرونش میکنن، ولی کلی نیروی تروریستی درست میکنه. چرا وجود جمهوری اسلامی میتونه خوب باشه؟ خاورمیانه رو آروم نکرده، خاورمیانه رو یه جورایی دچار جنگ میکنه. چرا باید آمریکا مثلا مشکلی نداشته باشه با براندازی جمهوری؟ چرا باید نخواد خب که براندازی بشه؟ برای اینکه نمیتونم پیش اصلا به نفعش نیست. خب اگه ببینین من که خودم شخصی ترجیح میدم براندازی بشه. خب ولی اگه خودتون بذارین توی جای مثلا خیلی از سیاستمدارای تو آمریکا، اولا سیاستمداران توی آمریکا یه فکر نیستن. خب کل خودشون دارن با هم رقابت میکنن و اینکه حرف کی بشه چی بشه، اینا خودشون تو هم با هم تو جنگن. خب هم نظرهای خودشون، ببین چیزی که آخر تعیین میشه، اینا یه سری مثلا ممکنه یه سری رپورتای بگیرن از کسایی که متخصص هستن توی مثلا که مثلا چی باعث چی میشه تو ایران و پیش بینیاشون. بعد ولی چیزی که بیشتر ممکنه روشون تاثیر داره این که مثلا اگر من این کارو بکنم به عنوان یک سناتور یا به عنوان یک کانگرسمن، باعث میشه که رأی بیشتر بگیرم یا رأی کمتر بگیرم، یا اینکه مردم اینو دوست ندارن ولی چون فلان سازمان پول میتونه بده برای تبلیغات انتخابات بعدی من، خب که تبلیغ بیشتری بکنم با اینکه مردم اینو دوست ندارن، چون اون سازمان داره از من ساپورت میکنه، من اینو بیام بگم. یعنی چیز ببینید خیلی موقع ها مردم از آمریکا وقتی صحبت از سیاست آمریکا صحبت میکنن، یه جوری صحبت میکنن که انگار که مثلا دولت آمریکا یک نفره و خیلی میاد بررسی میکنه دقیقاً چیزی که به نفع دولت آمریکا و مردم آمریکا رو میاد محاسبه میکنه و با یه دقت خیلی کامل به یه نتیجه درست میرسه، که اصلا هم اینطوری نیست.
این همش یک میدان جنگ بین کلی طرز تفکرهای مختلف و اینکه کدومش به نتیجه میرسه خیلی بر اساس اینکه محیط سیاسی، محیط اقتصادی، اینکه مثلا چند نفر دارن تو شرکت‌های مثلا اسلحه سازی کار میکنن، چند نفر که مثلا ممکنه به نفعشون باشه که اقتصادشون با ایران، اگه جمهوری اسلامی مثلا یه ذره فشار بیاد بهش، اقتصادشون با فلان شرکت توی دولت ایران بیشتر میشه یا کمتر میشه. خیلی چیزای مختلفی تاثیر داره. خب ولی حالا اگه بخوایم ساده سازی بکنیم و بگیم که حالا مثلا فرض کنیم مثلا دولت آمریکا یک نفره و بخواد بیاد با محاسبه تصمیم بگیره که آیا براندازی به نفعش هست یا نیست، اولا باید بگیم به نفع کی؟ به نفع دولت آمریکا، به نفع مردم آمریکا، یا به نفع شرکت‌های نفت آمریکا، یا به نفع شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا، یا به نفع شرکت‌های اطلاعاتی یعنی اینترنتی آمریکا؟ خب کدومشون؟ خب ولی حالا بخوایم سازی بکنیم، اگه بگیم که مثلا اینا بخاطر دولت کنونی آمریکا خیلی دوست داره که بره تمرکزشو بذاره روی چین و اینجور چیزا، یعنی شما ممکنه بگین که براندازی بشه، خب حتما همیشه ثبات پیدا میکنه، ولی هیچ تحلیلی وجود نداره که بتونه به شما اینو بیاد به طور یقینی، به طور یعنی با قطعیت به شما بیاد نشون بده. خب شما اگه این حکومت افتاد، ببین من حتی با این که حرف میزنم، من خودم هنوز به طرفدار براندازی هستم، برای که حتی اگه خرتو خرم بشه برای یه مدت، به نظر من آخرش نتیجهش مثبت خواهد بود، به خاطر اینکه این حکومت بیفته، من حتی اگه حکومت بدترم بعدش بیاد، اونقدر چنگش روی مردم ایران قوی نخواهد بود که بتونه دوام بیاره. یعنی بعد از این مدتی حتی اگه جنگ داخلی هم بشه، به نظر من مثل انقلاب فرانسه که بعدش کلی یه مدت خیلی ضرر داشت برای جامعه، بعد از این مدتی درست میشه و به نفع ایران میشه. خب ولی احتمال خیلی زیاده که شروع کنه به جنگ. دقیقاً درسته. ولی به نظر من احتمال خیلی زیادی وجود داره که بی‌ثباتی تو منطقه اولش بره بالا به شدت، یا هزینه‌ای که مثلا دولت آمریکا حاضر نباشه بده. الان میدونید من یه تصویر دیدم از سه تا آدمی، حالا اسمش رو نوشته بود من یادم نمیاد، که اینا بورسیه گرفته بودن رفتن آمریکا تحصیل کردن، افغان هستن، و الان یکیشون رئیس جمهور افغانستانه، یکیشون سفیره، که این دوتا زیاد عجیب نیست، میتونه حالا کاملا طبیعی منطقی باشه، یکیشون رئیس گروه طالبانه. یعنی من نمیدونم اینکه طالبان تو افغانستان مسلط بشه چرا باید به نفع آمریکا باشه؟ مگه خب. حالا چی از افغانستان میخواد؟ خب از افغانستان میخواد تمرکزش رو کم کنه. ببینید دقیقاً این حرفی که شما دارین میزنین دقیقاً همین حرف چیزی رو تایید میکنه که من گفتم. خب الان یکی از بزرگترین قدرت‌ها تو افغانستان، اگه بزرگترین نباشه، یکی از بزرگترین قدرت‌ها تو افغانستان فکر کنم بزرگترین قدرته، هم طالبانه. خب بالاخره آمریکا مجبور شد، دولت آمریکا مجبور شده برای اینکه بتونه تمرکزش رو از خاورمیانه و دور و بر خاورمیانه کم بکنه، مجبور با کسایی کار بکنه که الان قدرت دستشونن. اگه بخواد اونا رو بذاره کنار، باید همینجوری خودش بمونه که باهاشون بجنگه. نمیتونه، میخواد بره، میخواد دخالتش رو تو خاورمیانه کم بکنه. برای همین مجبوره بگه خب ببین من با این کسایی که دوست نداریم و چون قدرت دارن باید بذاریمشون سر کار. یعنی نحوه تفکرشون اینه. همین ببین شما دقیقاً همینم باید ممکنه باعث بشه که از جمهوری اسلامی هم اگه خیلی نزدیک براندازی شد، ممکنه از جمهوری اسلامی هم موقع بیان فرض کنیم براندازی بشه، ولی کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن هم مثلا تا 10 سال با کسایی که علیه جمهوری اسلامی هستن بیان بجنگن و بعد آمریکا بخواد بیاد وارد ایران بشه. آره دقیقاً احتمالش وجود داره. آره مثلا فرض کنید اون 10 میلیون مثلا چند میلیونی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، بعد از اینکه جمهوری اسلامی برانداز بشه، اینا همینجوری ادامه جنگ بدن با کسایی که براندازی کردن. خب بعد انقدر خرط و خر بشه که آمریکا مجبور بشه بیاد وارد میدان بشه که یک ثباتی تو منطقه به وجود بیاره، بعد همه براندازا بگن خب اینا که مثلا با جمهوری اسلامی بودن رو نمیتونید وارد دولت بکنین. آمریکا ممکنه همینجوری که با طالبان نشسته مذاکره میکنه بیاد بگه خب ما نه نمیشه، اینا خیلی زیادن، خیلی زیادن، قدرت هم دارن. یعنی خیلی پیچیده است اینجوری. ببین ما باید بر اساس اینکه ما فقط باید بدونیم، ما میدونیم که یعنی ما نتیجه گیریمون اینه که فشارش ماکسیمم علیه جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران. یعنی ما به این نتیجه گیری رسیدیم. خب دیگه بعد از اون یه سری چیزایی هست که تو کنترل ما نیست، اینکه آمریکا چی میخواد، چی کار، چی روشش چیه. ما
کدوم حالا بایدن، حکومت بایدن با حکومت ترامپ چه فرقی داره، نقش فلان، یعنی ما کارمون اینه که فشار ماکسیمم فشار بیاریم جمهوری اسلامی. ما مردم هم باید اتفاقا موج سواری رو یاد بگیریم درست. نمیتونیم، در ما مقابل نمیتونیم منتظر رسانه ها. دقیقه بفهمه همین دیگه، من. مرسی. خواهش خواهش. مردم بگیم بفهمیم. نه نه شرمنده تو حرفتون پریدم، من لذت بردم از حرفتون، ممنون که خیلی جالب بود صحبت. خیلی ممنون، زنده و خیلی سلامت باشین. خداحافظ.